سفیدپوش شاهین که از سمت چپ به راست میزنه، جواد محمودی در میان دروازه، مصطفی اردستانی، مهدی دینورزاده، احمد هادی، مشتبه محرمی در خط دفاع، ایرج سایلی، امیر قرنویی، محمد زیری در خط میانی، مرتضی یکی، کریم باوی، محمود پازوکی در خط حمله بازی میکنن. در تیم تیرپوش استقلال که از سمت راست به چپ میزنه، ناصر حجازی درون دروازه، شاهین بیانی، رضا رجبی، سعید مناقچون، اصغر آجیلی در خط دفاع، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، رضا احدی در خط میانی، عبدالعلی چنگیز، جعفر مختاری فرد و در نیمه دوم پرویز مظلومی اومده در خط حمله، جانشین رسول غنی‌زاده شده. پرویز مظلومی همون بازیکنی که در نیمه دوم وارد بازی شده، تنها در یک دقیقه از وقت دومه که پشت سر گذاشته، موفق میشه که گل استقلال رو وارد دروازه شاهین بکنه. تماشاگرای حاضر در ورزشگاه رو ملاحظه میکنید، یار ده پرویز مظلومی روی ضربه رضا احدی موفق میشه که استقلال رو از شاهین جلو بیاندازه. چهره آقای شرکا، رئیس هیئت فوتبال تهران، بهروز داریان، مسئول زمین و مسئول برگزاری این بازی هستند که زحمت کشیدن و امروز با انتظامات پلیس و مسئولین انتظامات داخلی این بازی رو فراهم کردند. پرویز مظلومی، هادی زودتر از اون ضربه رو میزنه. مناقشیان درگیر روی هوا با باوی، باوی موفقه ضربه دوم و رجبی برمیگردونه. احمد هادی تعقیبش میکنه، مختاری فرد میاره برای پازوکی، قلنوی تو عمق برای پازوکی، بیانی برمیگردونه، 12 باوی، رجبی دخالت میکنه و با نوک پا ضربه رو میزنه. یه بار دیگه سائلی، آجیلو، حالا قلنوی، 8 میزنه ضربه رو بر خود به تیر دروازه و ضربه از پازوکی، گل برای شاهین. ضربه که یار 8 زد امیر قلنوی بر خود به تیر دروازه استقلال، توی برگشتش یار 11 محمود پازوکی ضربه سرش منجر به گل مساوی برای شاهین شد. یک بازی متعادل در نیمه اول داشتیم با چند حمله تاکتیکی از جانب استقلال و در شروع نیمه دوم مظلومی یک گل برای تیم استقلال زد، یه ضربه از قلنوی، یه عکس العمل زیبا هم از حجازی، هم یار 8 شاهین قلنوی خوب ضربه رو زد و هم حجازی خوب حرکت کرد تو اون زاویه. ضربه بلند از مختاری فر برای چنگیز و پشترش برای مظلومی، خوب ساند کرد، 18 و 17 چنگیز هم خوب ضربه سر رو زد. برگشتش به قلنوی، یکه، یه ضربه عالی از یار 9 مرتضی یکه و عکس العمل خوب از ناصر حجازی، خوب زد ضربه شو. چنگیز میگیره با فریبا، نگاه میکنه، دور میزنه، میاره به راست جایی که بیانی حرکت کرده، مقابلش صادقی هست، از روی خط ترجیح میده بره، یه پا عوض میکنه، دور میزنه برای مطلق، اونم حالا جا داره برای سانتر، یه سانتر تیز و ضربه سر از پرویز مظلومی، خوب زد ضربه سر و منتها اگر تو چارچوب زده بود گل برای استقلال بود. یار 10 یه مقدار پیچشش زیاد بود روی ضربه سر، بعد سعی بکنه، همونطوری که ملاحظه میکنید پرویز مظلومی 10 هست. احدی بلند برای مختاری فرد، یک ضربه زیبا هم از جعفر مختاری فرد، یار 18 از استقلال، همین بازیکن خوب زد ضربه سر رو با فاصله کم از روی دروازه شاهین به آوت رفت. بینندگان عزیز، بعد از اینکه دو تیم در وقت قانونی 90 دقیقه مساوی شدن، 2:15 دقیقه آقای صالحی گرفت، تو اونجا هم مساوی شدن، حالا ضربات پنالتی رو حاجیلو ابتدا میزنه برای استقلال، به آوت میره. اولین ضربه پنالتی از اصغر حاجیلو به آوت میره. یادداشت میکنیم ببینیم از شاهین، بله، مهدی دینورزاده رو من میبینم، یار 5 و کاپیتان این تیم میره ضربه رو بزنه.
صالحی صحبت میکنه با حجازی که قبل از ضربه اگر حرکت بکنه و توپ هم به آوت بره اون موقع ضربه تکرار خواهد شد. یادداشت میکنه شماره دین ورزاده رو صالحی با شماره 5 که ببینیم ضربه پنالتی رو به چه شکل میزنه. حرکت میکنه یه ضربه خوب در جهت مخالف حرکت حجازی، عالی زد دین ورزاده ضربه شد. یک ضربه خوب محکم روی زمین و با احتیاط. جواد محمودی دروازه‌بان شاهین و رجبی زننده پنالتی میزنه ضربه شو و گل میشه. خوب زد. نوبت به چهره محمودی هست دروازه‌بان شاهین. نوبت به یکه میرسه. تماشاگرها منتظر نتیجه ضربات پنالتی هستن. بله، یه بازیکن شماره 9 مرتضی یکه هست. به آوت میره، به آوت میره ضربه یکه. نتیجه 1-1 هست. گرده مرتضی که چهره ناصر حجازی رو داریم، پرویز مظلومی، بله تصویرش رو داریم. مظلومی رو یادداشت میکنه آقای صالحی شماره شو، بازیکنی که تنها گل استقلال رو در دقیقه 47 زد و در دقیقه 46 خودش وارد زمین شد. پرویز مظلومی میزنه ضربه شو در جهت مخالف حرکت دروازه‌بان تیم شاهین. جواد محمودی گل میشه. نوبت به محمد حسین زیایی 6 میرسه از شاهین. نقطه که باید بیسته صالحی میگه به حجازی و زیایی 6 میره ضربه رو بزنه. یه ضربه آروم توی دست‌های ناصر حجازی جای میگیره. خون پای زیایی رو گل نمیشه. استقلال 2-1 روی ضربات پنالتی جلو هست. تماشاگرای حاضر در ورزشگاه آزادی رو مشاهده میکنید. مجید نامجو مطلق بازیکن جوان تیم استقلال با شماره 14 میره چهارمین ضربه پنالتی رو برای استقلال بزنه. حرکت میکنه. یک ضربه خوب و گل میشه. از 4 ضربه استقلال 3 ضربه شو گل کرده و شاهین 3 ضربه پنالتی زده که یه دونش گل شده، یعنی دین ورزاده گل کرده. یکی و زیایی، یکی به آوت داده، یکی هم توی دستای ناصر حجازی. هازوکی 11 از شاهین میره چهارمین ضربه پنالتی رو بزنه. ببینیم ضربه رو به چه شکلی میزنه. زننده گل شاهین در دقیقه 75 که نتیجه رو مساوی کرد یه ضربه عالی میزنه. پازوکی گل میشه. حساب 3-2 به نفع استقلال هست. این پنالتی سرنوشت ساز هست. فریبا 6 میره. بازیکن با تجربه، با سابقه ملی و باشگاهی از استقلال و یادداشت میکنه سال شماره شو.
اگر گل بشه دیگه ضربه بعدی برای شاهین معنایی پیدا نخواهد کرد. میزنه و گل و استقلال روی ضربات پنالتی پس از 9 ماه بازی‌های باشگاه تهران که با نام شهدای 17 شهریور برگزار شد در مقابل شاهین به مقام قهرمانی میرسه. من اینجا با تشکر از واحد 16 رپورتاج، آقای نجارپیشه، دلیرپور و سایر عوامل فنی و تهیه کنندگی آقای محبتی و بقیه همکارانم، از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.